ولید المعلم وزیر خارجه سوریه امروز در جریان یک سفرش به کشور چین بیان داشت که کشورش آماده است تا در مذاکرات صلح ژنو اشتراک ورزد و امیدوار است تا این مذاکرات با تشکیل یک حکومت وحدت ملی کمک کند. بله، من به وزیر خارجه چین گفتم که سوریه آماده اشتراک در مذاکرات ژنو که میان سوری ها باشد و هیچ مداخله خارجی در آن صورت نگیرد می باشد. ما امیدوار هستیم که این مذاکرات با ما در تشکیل یک حکومت وحدت ملی نیز کمک کند. وانگ یی وزیر خارجه چین نیز پس از ملاقات با آقای معلم بیان داشت که تصمیم در مورد آینده سوریه باید توسط مردم آن کشور گرفته شود. آینده سوریه و نظام دولتی که شامل رهبر آن کشور می گردد بالاخره باید از سوی مردم سوریه انتخاب و در موردش تصمیم گرفته شود. این کار با هدف و اساسات منشور ملل متحد و قطعنامه‌ای که اخیراً به تصویب رسیده نیز سازگار می باشد. شورای امنیت ملل متحد هفته گذشته یک قطعنامه را مبنی بر روند صلح برای سوریه که شامل مذاکرات با نمایندگان حکومت دمشق و مخالفان آن می باشد تصویب کرد. ملل متحد پلان دارد تا مذاکرات صلح ژنو را در ماه جنوری آغاز کند. وزیر خارجه سوریه در حال از آمادگی برای مذاکرات سخن می‌زند که گروه‌های مخالف حکومت آن کشور ادعا نمودند که نیروهای حکومتی در یک حمله شب گذشته از گاز زهری کار گرفته است. فعالان می‌گویند که در نتیجه این حمله 5 تن که یک فرد ملکی نیز شامل آن می‌باشد کشته شده اند. از جانب دیگر حکومت روسیه آن ادعای سازمان عفو بین الملل را که گویا نیروهای آن کشور در جریان حملات هوایی بر سوریه افراد ملکی را هدف قرار داده اند رد کرده است. این تعجب آور است که سازمان عفو بین الملل در مورد اینکه کی قبل از حملات هوایی روسیه در آن کشور مرتکب جنایت شده هیچ توجه نکرده است و یک گزارش را نشر کرده که متن آن اصلاح شده است. در گزارش نشر شده این سازمان آمده است که روسیه در عملیات هواییش در سوریه ساحات غیر نظامی را با بمب‌های خوشه‌ای و غیر رهبری شده بمباردمان کرده است و می افزاید که صدها نفر در نتیجه این گونه حملات در چند ماه اخیر جان باخته اند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.